سلام هموطنان عزیزم، امروز سعی میکنم این ویدیو رو خیلی کوتاه نگهش دارم. اینطور که معلومه یه پیشگوی دیگه من به احتمال زیاد به زودی درست از آب در میاد. حالا متاسفانه یا خوشبختانه شو دیگه خودتون تشخیص بدید. من حدود 4-5 هفته پیش یه ویدیو گذاشتم راجع به چین و روسیه که ایران رو به اصطلاح گرفتن دستشون، هر کاری دلشون میخواد میکنن، به خصوص روسیه. همه شماها میدونید ایران میشه گفت تقریبا 100% دست روسیه است از لحاظ سیاسی. هر کاری که اونا میخوان این ملاها دارن انجام میدن. البته مقصر آوردن ملاها آمریکایی‌ها، غربی‌ها، به خصوص انگلیس‌ها بودند که خمینی رو پختند و آوردن دادن تحویل ایرانی‌ها. وسط های کار حساب کتاباشون درست از آب در نیومد، سر خمینی و منتظری و بهشتی و اینها رو کردن زیر آب از طریق روسیه از نظر من، و کسی مثل خامنه ای رو آوردن که 100% در دست روسها بود و هست. اینجاشو دیگه اکثرا بایستی قبول کنن، روسها هستن که خامنه ای رو در دست دارن و این سیستم و این رژیم رو. ولی اگر درست بخوایم بدونیم، برنامه ریزی ها مال غرب بود، ولی در اصل کلاه رفت آخر سرشون، افتاد دست روسیه. الان هم که چین و روسیه با هم اشتباهاتی رو که من در حدود یه ماه 6 هفته پیش یه ویدیو دارم، اشتباهات روسیه و چین، ویدیو تحت این عنوان هست، گفته بودم اینها اگر به خصوص روسیه با ایران دوستی میکرد، ملاها رو، این رژیم رو میزد مینداخت کنار، بعد یه جوری میکرد که مردم راحت تر زندگی کنند و اینها. مردم دیگه دلیلی نداشتن بر علیه روسیه بلند بشن، چون برای مردم ایران از نظر من فرقی نمیکنه روسیه هست یا غرب هست، که با ایران دوستی واقعی داره، دوستی درست حسابی، و براشون مهمه که آزاد باشن و کشورشون پیشرفت کنه. برای اینکه دیگه اینجا زیاد توضیحی ندم، برید اون ویدیو رو که گفتم ببینید. الانم عکسش رو اینجا میذارم که ببینید کدوم ویدیو منظورمه. اینطور که معلومه، مستقیم یا غیر مستقیم شاید به حرف من گوش کردن و به احتمال زیاد خامنه ای، یا این سیستم رو بهتر بگیم، همین روزا در عرض 4-5-6 ماه آینده، شاید هم زودتر، سرنگونش کنن. منتها سرنگون نه به اون معنی که روسا دستشون کوتاه بشه از اونجا یا چینیا دستشون از اونجا کوتاه بشه، به این منظور که به ظاهر تو اون ویدیو قبلی خیلی خوب توضیح دادم، حتما نگاه کنید، ملاها رو بزنن بذارن کنار یا ببرنشون پشت پرده، اینجا رو فعلا نمیشه در مورد صحبت کرد، بدن دست سپاه و ارتش یا سپاه، بعد اینا رو ادغام کنن توی هم و بعد به مردم نشون بدن که آزادی اومده و رژیم رو در آینده تو دست خود، سیستم و یا ایران رو توی آینده در دست خودشون نگه دارن. خب این رو من جلوتر از اینی که الان روس ها به نظر من اقدام هایی که کردند الان صحبت میکنیم در موردش، من اینو پیشگویی کردم حدود 6-5 هفته پیش، ویدیو رو گفتم. ببینید اینها شخصی به اسم طائب رو که واقعا شخص پرنفوذی بوده و هست زدن انداختن کنار. بعضی از سردارا رو به خصوص مال قسمت حفاظت خامنه ای که یه تعدادی حدود 10,000 تا 15,000 حدس میزنن، مثل اون گارد جاویدان شاه یه همچین چیزی برای خودش درست کرده که محافظاش هستن، رئیس اونم زدن انداختن کنار، عوض کردن. این کار به نظر من روسیه هست. من میگم حدود 4-5 هفته پیش حد زدم یا صحبت کردم که چرا روسا دارن این کارا رو با ایرانی ها میکنن، به ضررشون هست، توضیح دادم اونجا، بلند مدت به ضررشونه، در 30-50 سال آینده. منم کارم اینه که آینده رو ببینم، نه مثل این سیاست مدارامون که فرداشون رو هم نمیدونن و هیچ کمونشون هم نمیخوان بدونن، که با وجود که حرفای من درسته، هر روزم یکیش داره درست در میاد، اصلا نمیخوان بدونن، همون کارهای عوضی خودشون رو میخوان انجام بدن که شاهزاده هم بیاد بهشون بگه همتون ول متل هستید، هیچ کدومتون هیچ کاره اید، هیچ کدومتون رو قبول ندارم، اپوزیسیون هم توی ایرانه. این رو همین چند هفته پیش شاهزاده گفت، 2-3 هفته پیش. با این وجود حاضر نیستم بیان حرفای منو هنوزم گوش کنن، و اگر این پیشگویی هم درست در بیاد 3 الی
6 ماه دیگه بایستی خامنه ای یا بمیره. برنامه ها معمولا اینطوریه، روسیه موقعی که میخواد در یه جایی یه سیستمی رو ظاهرش رو حداقل تغییر بده معمولا این کارا رو میکنه، رئیس سازمان اطلاعاتی عوض میشه، رئیس اون محافظا اون رئیسشون عوض میشه که مثلا از خامنه ای الان بالاترین شخص محافظت میکنن، همه این کارا رو اینطوری آماده میکنن، بعد یه دفعه سیستم چنج میشه، سیستم رو تغییر میدن. ولی خیالتون راحت باشه این سیستم اسلامی رو چه شاهزادش بیاد، چه اینها باشن چه آمریکایی‌ها بگیرن، سیستم اسلامی خواهد موند. دلیلش هم خیلی راحت هست، از طریق سیستم اسلامی دارن الان، زیاد عقب نریم، از همین 100 سال گذشته بگیریم کافیه، بقیهش رو ول کنیم، دارن حکومت میکنن، ایران رو میچاپن و میبرن. انگلیس ها که این کار رو خیلی وقت دارن میکنن، اسرائیل هم بهش اضافی شده با این جریان ابراهیمی کردن منطقه، از انگلیس ها یاد گرفته یا شاید هم انگلیس ها از اسرائیلی ها یاد گرفتن، نمیدونم. روس ها هم بهش اضافه شدن. این ستا برنامه اگر نگاه کنید، اون فیلم قبلی عکس این ستا رو گذاشتم، اجازه بدید الانم یه نگاهی بکنم درستش رو بهتون بگم، چون دوتا فیلم من گذاشتم. یک ثانیه به من اجازه بدید. یکی از فیلم ها اسمش از سیاست اشتباه روسیه و چین در ایران، و فیلم بعدیش که مال 10 روز 15 روز پیشه، اسمش از دام جدید آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای شاهزاده و ملت ایران. زیرش هم تجزیه ایران علامت سوال، که البته من فکر میکنم میخوان دوباره ایران رو اسلامی نگه بدارن، چه شاهزاده رو بیارن همطور که گفتم، چه داخل سیستم تغییراتی بدن، چون شاهزاده خودش هم یه مقداری مذهبی هست، همینطور که دیدید زمان اون که گروه سبز ایران درست شده بود، زمان موسوی و کروبی با اینا همکاری کرد، ویدیوش هست، فیلمش هست، دستبند سبز بست و تمام اینها. ایشون یه مقداری مذهبی بار اومده، مادرشون شخص مذهبی هستن، این رو به احتمال زیاد اکثرتون میدونید، نمیدونیدم برید مطالعه بکنید. محمد رضا شاه خدا رحمتش کنه، خودش هم آدم مذهبی بود، هر سال یا تو مکه بود و کربلا بود و مشهد بود، و توی یه ویدیوی تحت عنوان چرا انقلاب سفید یا یه همچین چیزی موفق نشد، من اونجا یه ویدیو گذاشتم با اسمش چیه، با عکس ها و ویدیوهایی از شاهزاده، از محمد رضا شاه که در مکه و در مشهد و نمیدونم در اینجور جاهاست، و جواب دادم چرا به اصطلاح اون زمان کارایشون این انقلاب سفید شکست خورد. میتونید اون رو برید ببینید، مال یه سال پیشه، دلیل واقعیش رو توضیح دادم. ایشون کارهای مذهبی زیاد کرد، محمد رضا شاه رو میگم، خانومش هم که مذهبی هست خیلی در این مورد اقدام کرد، و الان هم که خب محمد رضا شاه خدا رحمتش کنه زود فوت کرد، رفت یا کشتن بیچاره رو، شاهزاده در دست شهبانو فرح بزرگ شد که مذهبی بار اومده. مذهبی حالا معنیش این نیست که مثل ملا هاست، ولی خب مثل اونایی که اعتقاد دارن، این نظر منه و نظر خیلی ها دیگه هم هست. به خاطر همین هر کی بیاد این مذهب اسلام خواهد موند، مسجد سازی و اینها ادامه خواهد پیدا خواهد کرد، سینه زنی و اینها خواهد موند. شاهزاده هم هی میگه سکولاریست، ولی اگر همون جریان پادشاهی و مشروطه و اونم چی و چی همون مثل زمان شاه بخواد اجرا بشه، دین اسلام یک بخشی از اصلا قوانین هست، حق داره توی دخالت بکنه و اینها، برید بخونید، جای اگه بخوام توضیح بدم اینجا واقعا طولانی میشه. به خاطر همین ایران اسلامی خواهد موند، چه در دست روسیه بمونه از همون طریق به نظر من سیستم بعدی رو اداره خواهند کرد، مگر اینکه یه تصمیم اساسی چینم به اصطلاح دخالت مستقیم بکنه، یه تصمیم اساسی بگیرن، کل مله ها رو بذارن کنار، خودشون زکولار بکنن ایران رو،
چون به نفعشون از نظر من تو اون ویدیو قبلی که گفتم توضیح دادم همه رو، چرا اشتباه دارن چینیا و ایرانیا، چینیا و روسا در ایران میکنن و بلند مدت به ضررشونه. و اگر میخوان ایران رو بلند مدت نگه دارن باید ایران زکولار باشه و بایستی به نظر من کاری بکنن مثل کره جنوبی پیشرفت بکنه، هم به نفع چینه هم به نفع روسیه. توضیح دادم. در هر صورت صحبت رو کوتاه کنم، بازم خیلی صحبت کردم مثل همیشه. حرفام اگر درست در بیاد، الان طائب رو زدن انداختن کنار، حفاظت کننده خامنه ای رو زدن انداختن کنار و این کار کار روس ها در تاریخ اینطور بوده. جاهایی که دست داشتن، یعنی حکومت در دستشون بوده، مال کشورهای دیگه، همیشه هم این کار کردن. رئیس ارتش رو عوض کردن، تو کشور خودشون هم میکنن معمولا این کارو. رئیس ارتش اون کشورها رو عوض کردن، رئیس سازمان حفاظت رو عوض میکردن، یا اونایی که محافظ اون شخص پادشاه یا حالا رئیس جمهور اون کشور بوده عوض میکردن. از این کارها اینجوری میکردن، یک کودتا مانندی میکردن در داخل خودشون، کوچولو سریع عوض میکردن. من فکر میکنم این جریان داره میاد. روسا برای اینکه ایران رو از دست ندن، چون یا بایست اینا ایران رو پشت پرده معامله کردن جلوتر با غرب که اوکراین و نصفش رو نگه دارن و که اون جاهایی رو که گرفتن نگه دارن و ایران رو بدن بره، این میتونه یه معامله باشه، تو ویدیو قبلی من گفتم، یا اینکه هر دوشو، هم اوکراین و جاهایی رو که گرفتن نگه میدارن. چون تو اونجا من جلوتر گفتم که جنگ چجوری تموم میشه، برید ببینید، ویدیو دارم، هم اونا رو نگه دارن و هم ایران رو با کمک چین، چون بدجوری اینا دارن پیشرفت میکنن، چین و روسیه تو دستشون نگه دارن و میتوننم، من به این اعتقاد دارم میتونن، زورشون به غرب میرسه، خوبم میرسه. الان غربی ها در سر تحریمایی که خودشون روسیه رو کردن بیچاره شدن. تورم واقعا بالای 25%، حرف اینا رو گوش نکنید که میگن 7-8%، همه چی حداقل دارم میگم 100% رفته روش. یه مثال کوچولو هم بزنم قبل از اینکه صحبت رو تموم کنم. اجناس رو مثلا میبینید دارن قیمت شو فرض کنید بگیم 10%، بیشتر از این هاست بردن روش، بعد محتوا رو اومدن کم کردن، یعنی 100% بردن قیمت رو گذاشتن روش. از هر طرف که ببینی دارن کلاه میذارن سر مردم، جنس تحویل میدن، بسته ها رو کوچیکتر کردن، میبینی نمیفهمی مگر اینکه روش بخونی، طوری تغییر دادن که نمیبینی واقعا مثلا شیشه اون جنسی رو که میخری توش، جنس از حالا مثلا مربع هر چیه کوچیکتر شده، یا چیزی که 1 لیتر بوده شده 750 میلی لیتر یا 700 میلی لیتر، قیمتش هم کردن 3-4 برابر، مثل روغن مثلا، هم حجم رو از 1 لیتر آوردن کردن 750 یا 700 میلی لیتر، از 1000 کردن به این قیمت. الان روغن یه چیزی حدود 4.95 و ارزون گیرت بیاد حدود 3 یورو می‌خرید، در حالی که 1 یورو 9 سنت 10 سنت بود، یعنی 2-300 برابر حداقل گذاشتن روش. تمام چیزا اینطوریه. پس ببینید تورم بالاست، دروغهای غربی ها رو گوش نکنید که بتونید مثل من حدس بزنید آینده چی میشه، چون اگر بخواید فقط دروغهای اینا رو باور بکنید نمیتونید واقعیت پی ببرید. وضع غرب خرابه، الان هر روز سوئدش اومده میگه نمیدونم نروژ، دانمارکشه، آلمانشه، کشورهای شرقی هستن، بلوک شرق اومدن دارن ناله میکنن که گاز به زودی تموم میشه. همین چند روز پیش توی اینترنت برای ما نوشته بودن، البته قبلا دولت به ما هشدار داده بود، همونقدری که دارید پول گاز و نمیدونم اینها برای استفادهتون توی خونه پرداخت میکنید برای سوخت کلن، همون قدم بذارید نقد کنار که چون امسال گرون میشه، یعنی 100%. حالا دیروز اومده توی اینترنت نوشتن، میتونید برید نگاه کنید، نوشتن که برای یک سال برای یه خانواده متوسط که مثلا یه زن و شوهر و یه بچه هست، حداقل 2800 یورو برای یه سال روی سوختشون خواهد رفت، که خیلی بیشتر از این هست. البته این برای فقط داخل خونه است، آب گرم و گرم کردن و اینجور چیز هست. توی بیرون ماشین سوار میشی، بنزین میزنی یا میری سوار قطار میشی، اونا هم بردن 100% بالا، دارن همینطوری میگیرن. پس یعنی غرب واقعا خودشو بدبخت کرده. روسیه هم از اون طرف هر روز داره یه شهر جدید رو میگیره و میره جلو. بعد نشستای بریکس بوده که مثلا اون جی 7 تقریبا میشه گفته است، که
از لحاظ اقتصادی اومدن کشورهای بزرگ مثل هند و چین و نمیدونم دو سه تا کشور دیگه هم هستن، جمع شدن 6 تا 7 تا هم هستن، اونها راجع به اقتصاد دارن صحبت میکنن که به زودی خودشون از دلار جدا کنن، یعنی با سیستم پولی خودشون کار کنن، دلار رو تضعیف کنن و همینطوری هم که دارن پیش میرن موفق هم خواهند شد و بازیکن توی این دنیا دیگه فقط آمریکا نخواهد بود، این سویفت و اینها نخواهد به این صورت بود، چین و روسیه و این کشورهایی که به اونا پیوستن دو سه تا اسم رو گفتم و آفریقای جنوبی هم جزی از اون هست و به احتمال زیاد به محض اینکه سیستم ایران رو هم تغییر دادن ایران رو هم مستقیما الان فقط به عنوان مشاور چی میگن تماشا کننده شرکت داره توی بریکس و جاهای دیگه، رسما داخلش میکنن تموم میشه میره. بعد تا اینجا که من الان مطلع شدم بلاروس رو هم به احتمال زیاد همین روزا روسیه امکان داره که اتمیش بکنه که کسی نتونه به اونجا هم حمله کنه، خودش بتونه چون اتمی هست از خودش دفاع کنه مثل کره شمالی. ایران رو هم اگر این کار رو بکنن من میگم یا قبل از اون یا بعد از اون میان ایران رو هم اتمی میکنن. فقط امیدوارم، ببینید من نمیگم اینها خوب هستن، من تو تمام ویدیوهای گذاشتم توضیح دادم روسیه و چین و آمریکا و غرب و شرقش و کشورهای دور و برمون، اینا رو من دونه دونه اسم بردم تو ویدیوهای قبلی، نیاین به من تهمت بزنید، ترکیه‌اش و اون عرباش همه متاسفانه دور و بر ما دشمنای ما هستن. خیلی وقت اینطوره، فقط به خاطر جمهوری اسلامی نیست، شما 100 سال گذشته 200 سال گذشته رو نگاه کنید همینطور بوده، یعنی فقط مال زمان ملاها نیست، ملاها حادش کردن، فقط راجع به اینا باید صحبت بشه، اینا دشمنای ما بودن، شاه هم با اینا داشت زندگی میکرد. خب پس من این رو گفتم که بعدم به من تهمت نزنید، منتها چون من فکر میکنم ایران از دست روسیه و چین در نخواهد اومد با این وضعیتی که داریم پیش میریم، مگر اینکه معامله عجیب غریبی پشت پرده بکنند که مثلا به روسیه بگن ما جنگو سریع تموم میکنیم توی اوکراین بیا ایران رو بده، ولی بازم من شک دارم که روسیه و چین ایران رو از دست بدن، شک دارم. اگر اینطور باشه پس بهتره که اگر قراره تو دست اونا بمونیم این آرزو رو داشته باشیم که یه چیزی مثل کره جنوبی بکنن. تو ویدیوی قبلی گفتم که چین و روسیه اشتباه میکنن، تو اونجا قشنگ توضیح دادم چرا این کره جنوبی بکنن به نفعشونه. خب حالا خواهیم دید در همین 3-6 ماه آینده، من حدس میزنم آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. اگر این اتفاقم بیفته این نمیدونم پیشگویی که نمیشه گفت، کارهای سیاسی که من ازشون به اصطلاح یاد میکنم راجعشون صحبت میکنم 6-7 اتفاق افتاده، این هم اگر اتفاق بیفته که دیگه معلومه واقعا این سیاست مدار ما واقعا بیسوادن و شاهزاده به خوبی به اینا انتقاد کرد 2 پیش. البته من یه جای حرف شاهزاده رو موافق هستم که اینها به اصطلاح اپوزیسیون نیستن، چون اگر بودن تا حالا یکی شده بودن و چندین سال پیش این رژیم رو بیرون انداخته بودن. تا اینجاش من با شاهزاده موافق هستم، اینها شاهزاده تا گفت اینها به ضرر هم شاید باشن یا هستن، اینجاش هم من موافق هستم، ولی شاهزاده خودش هم مقصر هست چون قدم جلو نمیذاره رهبری بکنه. من اونجاهایی رو که درسته پشتوانی میکنم، این رو همیشه گفتم، ولی جایی که میگه من نمادم و پا جلو نمیذاره ایشون هم مقصر هست که این رژیم تا حالا نرفته. حرفای من رو اشتباه متوجه نشید و نیاد تهمت بزنید یه موقع. کسی قدم جلو نذاره اون به ضرر ایرانه. حالا میخواد شاهزاده باشه، میخواد تشکل‌ها باشن. تشکل‌ها رو که خارج از ایران هستن، شاهزاده گفت همشون به درد نمیخورن، فقط داخلی‌ها شاید کاری کنن. یه جا رو منتها ایشون یادشون رفت بگه. تشکل‌های داخلی هم اکثرشون اونایی که سعی کردشون هستند، اینها قبلش خودشون یا برای رژیم کار میکردند، این رو کسی نمیگه، یا غیر مستقیم حمایت میکردند، حالا یا واقعا از رژیم جدا شدن اومدن این تشکل‌ها رو درست کردند که امیدوارم اینطور باشه، یا اینکه بازی خود رژیمه. چون برید شما گذشته اینها رو بخونید، مثل این اصلاح طلبای یا اصولگراها، بیشتر اصلاح طلب هستن فکر کنم، در رفتن اومدن تو خارج هر کدومشون نشستند یه یوتیوب کانال گرفتن دارن بر علیه رژیم صحبت میکنن که بعد هی گندش داره در میاد، یا اینایی که تو تلویزیون کار میکنه یکی یکی گندش در میاد، هنوزم با اونان و فقط دارن فوش میدن که مردم رو دور خودشون جمع کنن، مردم رو از راه به در بکنن.
این سیاستمدارای داخل ایران هم میتونن ببینید تهمت نزنیم میتونن اینطور باشن، یا واقعا دل بریدند که خب شاهزاده حق با ایشونه، ولی مذهبی هستند یا نیستن، چون قبلا اینا از مذهب، اینجا رو شاهزاده اشاره باید بکنه، اینها قبلا از مذهب داشتن پشتیبانی میکردن، از خامنه یا امثال خامنه یا سیستم داشتن پشتیبانی میکردن، حالا یعنی مذهبو گذاشتن کنار، سکولار شدند. اینها رو باید هر کدوم اونهایی که تو ایران هستن بیان توضیح بدن تا متوجه بشیم واقعا برخلاف سیستم و این رژیم هستن یا اینکه بازی خود سیستمه. برای من مشکل هست تشخیص اینها، با اینکه حرفای خوبی میزنن، ولی خب از خامنه‌اش تا بقیه‌اش هم خیلی حرفای خوب زدن و دیدیم آخرش چی شد. خامنه‌اش مگر موقعی که میخواست بیاد حرفای بد زد؟ مجاهدا هم الان هر روز نشون میدن، نمیدونم از طرف پومپئو یا خودش میره با اونا صحبت میکنه و فلان میکنه و ارگانیزه‌ای هستند و دارن اونا رو آماده میکنند و از این حرفا زده میشه که بیارن ایرانو. هر امکانی ممکنه، هر اتفاقی ممکنه بیفته، امکان همه چی هست. ولی در مورد روسیه اگر این حدس من درست باشه، در ضمن یک در آلمان یه سازمان نه رادیو روزنامه هست به نام دویچه وله، دویچه وله میشه صدای آلمانی، هم چیزی صحبت کرده، یکی از اون خبرنگارای معروفشون، الان اسمش یادم نمیاد متاسفانه، بن نمیدونم چی که گفته همین حرفای من رو زده که به احتمال زیاد روسا دارن این برنامه رو میریزن برای ایران. خب من اینو جلوتر که شکایت کردم از دست چینی ها روسیا، گفتم کاراشون اشتباهه، شایدم ویدیوی من رو دیدن دارن این کار رو میکنن. در هر صورت همتون رو به خدا میسپارم، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. خدا حافظ.